سلام، من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. ساعت 7:58 دقیقه صبح روز پنجشنبه 30 دی ماه سال 1395 بود که تلفن‌های آتش نشانی به صدا در اومد. آتش نشانی تهران بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. ساختمان پلاسکو طبقه 10 آتش گرفته بخواد. آدرس بفرمایید. 4 استانبول ساختمان پلاسکو. طبقه چندم؟ طبقه 10. 10. طبقه 10. چیه؟ مغازه چیه؟ پوشاک، پوشاک. پوشاک هستش. یکم داخلش گیر کرده آقا. نه. فقط زود. ساختمان 17 طبقه پلاسکو که در زمان احداثش بلندترین ساختمان ایران و خاورمیانه بود و روزگاری نماد مدرنیته شدن شهر تهران بود، حالا داشت تو آتیش می‌سوخت. اتفاق وحشتناکی که با هزاران سوال باعث مرگ چندین نفر شد. با من همراه باشین تا در این ویدیو به تاریخچه این ساختمان 54 ساله بپردازیم. محمد رضا شاه تصمیم داشت تهران رو به شهری مدرن و پیشرفته و در خور پایتخت بودن تبدیل کنه. بعد از اتفاق 28 مرداد سال 32، عملیات‌های عمرانی زیادی در تهران و ایران استارت خورده شد. همچنین بستر زیادی برای سرمایه‌گذاری افراد مختلف جامعه فراهم شد. یکی از همین افراد حبیب‌الله الغانیان بود. فردی پیشگام در تجارت و صنعت و کارآفرین و یکی از صاحبان صنایع پرآوازه ایران. اون بنیانگذار شرکت‌های پلاستیک سازی پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم تو ایران بود. حبیب‌الله معروف حاج حبیب در سال 1291 در محله اودلاجان تهران در یک خانواده یهودی متولد شد. اون در مدرسه‌های آلیانس و کوروش تحصیل کرد و تو 15 سالگی در هتل دایی خودش مشغول به کار شد. در سال 1316 به همراه برادرانش شرکت سهامی الغا رو تأسیس کرد. شرکتی که از آمریکا و سوئیس کالا به ایران وارد می‌کرد و چیزی نگذشت که تونست مدارج ترقی رو طی کنه و بین اصناف تهران به شهرت و اعتبار بالایی برسه. اون به عنوان یه تاجر یهودی یکی از شخصیت‌هایی بود که با سرمایه‌گذاری تو بخش خصوصی و ایجاد واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ شتاب بیشتری به صنعتی شدن ایران داد. در سال 1337 کارخونه پلاستیک سازی پلاسکو رو تو تهران تأسیس کرد که به تدریج به یکی از پیشرفته‌ترین مراکز تولید قطعات پلاستیک در خاورمیانه تبدیل شد. الغانیان به فکر ساخت یک مرکز تجاری و یک برج اداری در تهران هم افتاد. زمینی که برای این کار در نظر گرفته بود در شرق سفارت انگلیس در چهارراه استانبول قرار داشت. جایی که در دهه 40 و 50 قلب تجارت و دیپلماسی و البته خوشگذرونی و تفریح تو تهران بود. تنها بنایی که قبل از ساختن پلاسکو تو این مکان قرار داشت سینما ری بود که به خاطر ساختن پلاسکو تخریب شد. ساخت پلاسکو از سال 1339 شروع شد و طراحی و ساخت اون توسط معماران و مهندسین اسرائیلی انجام شد. دو سال بعد، یعنی در سال 1341، بلندترین ساختمان تهران و ایران و حتی خاورمیانه در 17 طبقه با 42 متر ارتفاع با اسکلت فلزی مجهز به آسانسور و تأسیسات تهویه مطبوع ساخته شد. تو دهه 40 خورشیدی از این ساختمان به عنوان نماد سرمایه‌داری نام برده می شد. اونم زمانی که جمعیت تهران تنها 2 میلیون نفر بود. ساختمان به صورت ال بزرگ طراحی شده بود و برج بخش کوچکی از دهانه پاساژ رو اشغال کرده بود. در ابتدا قرار بود 3 طبقه اول این ساختمان مرکز خرید باشه و این برج به اداره های دولتی فروخته بشه. اما به خاطر ایراداتی مثل نداشتن پارکینگ و کم بودن آسانسور مورد پسند ادارات دولتی قرار نگرفت. تو همون زمان ساخت این ساختمان با اعتراض و اعلام نگرانی برخی روحانیون و حتی بازاریان همراه بود و یهودی بودن الغانیان به مذاق بازاریای مسلمان و روحانیون خوش نمی اومد. اما با همه این فراز و نشیب ها پلاسکو و الغانیان کار خودشون رو شروع کردن. حالا تو تهران بازار بزرگ و شیکی ساخته شده بود که 29 هزار متر مربع زیربنا داشت و طبقه زیرزمین اون
اوضاع و صندلیایی برای نشستن و وقت گذرونی قرار گرفته بود تا مشتریان اونجا کمی در اونجا استراحت کنن. این اولین ساختمان مدرن خرید تو ایران بود. مکانی لوکس که مغازه‌های زیاد با دکورا و ویترینای رنگارنگ رو تو خودش جا داده بود و با بازار سنتی فرق داشت. به همراه رستورانی تو طبقه آخر این ساختمون که تو اون زمان معروف‌ترین بخش پلاسکو بود. این رستوران اولین رستوران سلف سرویس تهران بود و همین باعث می‌شد تا افراد زیادی به اونجا برن و روزای جمعه خوشمزه‌ترین آلبالو پلوی تهران رو اونجا بخورن. همین رستوران هم تبلیغ کانادا درای رو بر سردر پلاسکو زده بود و برای سالها این تصویر روی ساختمان بود. این مجتمع 560 واحد تجاری فعال داشت. در ابتدا کارمندای دولت مغازه‌های اون رو خریده بودن. اولین مغازه پاساش یک کلاهفروشی بود و توقعات اول بیشتر متعلق به سینمادارها بود و کسایی که فیلم پخش می‌کردن. فیلم‌های مختلفی هم تو اون سال‌ها تو این ساختمان ساخته شد که یکی از معروف‌ترین هاش شب غریبان بود با بازی گوگوش و فرزانه دلجو. پاساژ پلاسکو در ابتدا بورس کلاه، کمربند و بعد لباس زنانه و بنکداری و عمده فروشی تریکو بود. در طبقه سوم اون دفتر وکالت مهرنگیز منوچهریان که اولین سناتور زن در ایران بود قرار داشت. حوض بزرگ و فواره هایی که ارتفاعشون تا طبقه سوم می رسید، مغازه های آکواریوم و ماهی فروشی، آتلیه نقاشی داداشی و مغازه‌ای که پرده فیلم فارسی و هندی رو می کشید، همه یه جزی از پلاسکو بودن. اما شهرت پلاسکو غیر از اینا یه چیز دیگه هم بود و اون ماجرای خودکشیاش بود. اونجا به عنوان اولین برج بلند تهران جای خوبی برای پایان دادن به زندگی بود. بر از چنگایی کسی پیدا می شد که از دنیا بریده می شد و به بالای برج می رفت و توی لحظه همه چیز رو به پایان می رسوند. اما این اخبار باعث نمی شد تو از محبوبیت پاساژ پلاسکو کاسته بشه. الخانیان وقتی این پاساژ رو رامینداخت به فکر برندینگ و تبلیغاتم بود و برای جذب مشتری هفته یک بار قرعه کشی می کرد و واقعا جایزه هم می داد. مثلا یه جایزه اون پیکانی با دستگیره های طلا بود. این روال تا سال 57 ادامه داشت. الخانیان در سال 41 به ریاست شورای کلیمیان تهران هم رسیده بود. اون به همراه برادرانش در کشورهای دیگه‌ای مثل اسرائیل هم فعالیت اقتصادی داشت و حتی در اونجا هم ساختمان‌هایی ساخته بودن. همین سرمایه گذاری‌های علنی در اسرائیل و مراوده با مقامات اسرائیلی که در دوران حکومت شاه آزاد بود بعد از انقلاب به قیمت جانش تموم شد. اون همچنین جزو خیرین تهران بود و تو ساخت خیلی از چیزا مشارکت داشت. یکی از مشارکتاش حسینیه ارشاد بود. احتمالاً تو اون زمان که این کمک‌ها رو می‌کرد، فکر نمی‌کرد گروه‌هایی که تو این مراکز مذهبی رشد می‌کنن در سال‌های بعد زمینه‌ساز انقلابی گسترده میشن. در سال 57 در هنگام وقوع انقلاب الخانیان برای دیدار خانواده در اسرائیل بود. اما بعد از وقوع انقلاب اون به ایران برگشت و در 24 اسفند سال 1357 بازداشت و به زندان قصر منتقل شد. اون خواسته بود که محاکمه اون رو جلو بندازن چون معتقد بود جز خدمت به وطن هیچ کار دیگه ای نکرده. در 18 اردیبهشت سال 58 حاج حبیب الخانیان به حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی با اتهاماتی از جمله همکاری با رژیم پهلوی، جاسوسی به نفع صهیونیست، دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوستان خدا تو دادگاهی 20 دقیقه‌ای به اعدام محکوم شد و یک ساعت بعد هم تیربارون شد. بعد از این اتفاق یهودی های ساکن ایران به سرعت کشور رو ترک کردن و کاخ سفید که مدت‌ها به اعدام‌های اوایل انقلاب واکنشی نشان نداده بود بعد از اعدام آقای الخانیان حاکمان جدید ایران رو متهم به یهود ستیزی کرد و پیشنویس اولین قطعنامه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا تایید شد. 8 روز بعد مجلس سنا این قطعنامه رو به تصویب رسوند تا جایی که باعث لغو برنامه سفر سفیر جدید آمریکا به ایران شد. تا بعد از این اتفاق برای اولین بار زمزمه تحریم اقتصادی ایران در صحن مجلس نمایندگان آمریکا شنیده شد. کمی بعد از این واقعه
ساختمان پراسکو مصادره و به تصاحب بنیاد مستضعفان در اومد. رستوران شتیل و با دیوارکشی مثل طبقات دیگه به تولیدی پوشاک تبدیل شد. اما این ساختمان روز به روز فرسوده تر می شد و بنیاد مستضعفان هیچ کاری در جهت حفظ و نگهداری اون انجام نمی داد. و پولی که به عنوان اجاره از اونجا گرفته می شد و قرار بود در جیب مستضعفان قرار بگیره، نه در جهت نگهداری ساختمان خرج می شد و نه به جیب مستضعفان می رفت. این ساختمان به لوله کشی گاز مجهز نبود و به خاطر استفاده از بخاری برقی و کپسوله گاز، اونم در بین موادی که همشون اشعال‌زا بودن، چند باری تومه آتیش قرار گرفت که مهار شده بود. اما در ساعت 8 صبح روز 30 دی ماه سال 95، طبقه دهم این ساختمان دچار حریق شد و آتیش به سرعت واحد به واحد و طبقه به طبقه وسعت گرفت. جمعیت زیادی تو خیابونای اطراف ایستاده بودن و سوختن پلاسکو و تلاشای آتش نشانها رو تماشا می‌کردن. بعد از 3 ساعت و نیم تلاش بی‌وقفه آتش نشانها، بالاخره آتیش برای ساعتی متوقف شد و دود سفیدی که برای آتش نشانها به معنی مهار آتیشه ظاهر شد. و درست تو همون لحظه ساختمان فرو ریخت. این صحنه ها فقط تصاویر ریزش یه ساختمان تجاری نبود. وحشتناک‌ترین قسمت داستان مرگ نمادی بود که با فرو ریختنش جان 16 آتش نشان رو هم گرفت. بعد از این فاجعه هیئت‌های تحقیق تشکیل دادن و چند ماه بعد اعلام کردند که فرو ریختن پلاسکو نماد قصور و ناکارآمدی خیلی از دستگاه ها بوده. قصور و کاستی هایی که چند دهه روی هم انباشته شده. و گفته شد در گزارش تیم تحقیق حادثه درصد سهم تقصیر سازمان ها مشخص نشده و قوه قضاییه در صورت صلاح دیدش مقصر یا مقصرها رو شناسایی میکنه. تیم تحقیق مالک ساختمان، شهرداری، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی رو مقصرهای اصلی دونست. اما گمان زنی هایی هم پیرامون انفجار برنامه ریزی شده ساختمان منتشر شده بود. کمی بعد از این واقعه کار ساخت ساختمان پلاسکو جدید شروع شد و از اسفند سال 1400 پلاسکو تازه کارش رو شروع کرد و تو 20 طبقه احداث شد. 5 طبقه زیر زمین و 15 طبقه روی زمین. مرسی که با این داستانم همراه من بودید. لطفاً برای حمایت از من این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرنگ نشدین، با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش عضو کانال ما بشین و از پستای بعدی ما با خبر.